آکادمی شمسه، مدرسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. قراره که در این فرصتی که برقرار شده من کلیت مباحث نقد هنری رو خدمت شما دوستان عرض بکنم. مباحث نقد هنری از دوران باستان آغاز میشه و تا سده بیستم ادامه پیدا میکنه. خیلی جاها تنه به مباحث فلسفه میزنه، خیلی جاها تنه به مباحث زیباشناسی میزنه. پس یک شمول و گستردگی فراوانی رو در بر میگیره که ما قراره توی این زمان به صورت خیلی خلاصه و اجمالی یک مرور کلی بر تایتل های مباحث نقد هنری داشته باشیم. لذا برای شروع بحث بنده از تمایز میان سه حوزه آغاز میکنم: نقد هنری، زیباشناسی و فلسفه هنر. قاعدتا اون چیزی که شمول و گستردگی بیشتری داره زیباشناسی هست، چون در مباحث زیباشناسی ما هم زیباشناسی طبیعی رو مد نظر قرار میدیم و هم زیباشناسی مصنوعی. یعنی چی؟ یعنی در مباحث زیباشناسی اون چیزی که مثلا با عنوان طبیعت زیبا هم محسوب میشه در کور دانش زیباشناسی قرار میگیره و اون چیزی که مصنوع انسان و مصنوع بشر، چه ناشی از قوه خیال، تخیل، ذهن و تعقل باشه، مورد مداقه قرار میگیره و مورد بررسی قرار میگیره. پس زیباشناسی شمول و گستردگی بیشتری رو شامل میشه. در قدم بعدی فلسفه هنر قرار داره. فلسفه هنر پرداختن به اون چیزیه که از دریچه انسانی ایجاد شده است. پس فلسفه هنر پرداختن به اون بخش مصنوعات حوزه زیباشناسی هست. و در قدم بعدی نقد هنری قرار داره. نقد هنری یعنی عینیت دهی و کاربست نظریه ها، یعنی بازتاب نظریه ها بر روی الگوهای هنری یا الگوهای ادبی یا پدیده هایی که در کلان واژه‌ای به نام هنر قرار می گیرند. پس ما زیباشناسی داریم که یک شمول و گستردگی زیادی رو داره، در قدم بعدی فلسفه هنر داریم و در قدم بعدی نقد هنر داریم که کاربست اون نظریه های هست که در حوزه فلسفه هنر ایجاد شده است. قدم بعدی برای شروع مطلب اینه که ما بدونیم با چه عنوانی سر کار داریم. ما با مفهوم مبانی نظریه هنر سر کار داریم. یعنی وقتی ما نقد هنری به کار میبریم، مفهومی که ذیل این به ذهن متبادر میشه مفهوم مبانی نظریه هنر هست. مبانی نظریه هنر شامل چی میشه و چه شمول و چه گستردگی رو در بر میگیره؟ بیاییم بر روی واژه این عنوان و این عبارت با هم صحبت بکنیم. پس در قدم اول ما میخواییم بدونیم که مبانی نظری هنر به چه معنا و به چه اعتبار هست. کلمه مبانی از واژه یونانی آرخه میاد. آرخه در زبان یونانی به معنای اساس،
شالوده، پایه و مبناست. در حقیقت آغازگاه محسوب میشه. وقتی ما راجع به مبانی صحبت میکنیم، بلا فاصله واژه‌ای که در مقابل مبانی هست به ذهن متبادر میشه و اون واژه تلوس. تلوس به معنای غایت، به معنای هدف، به معنای نتیجه محسوب میشه. در حقیقت در مبانی نظری هنر ما با آرخه و تلوس یک قضیه سر و کار داریم. فلاسفه یونان باستان این قضیه رو راجع به کل کیهان و کل نظام آفرینش به کار بردن، یعنی اومدن راجع به مبنا و علل پیدایش عالم و هدف پیدایش عالم صحبت کردن و اولین کسی که این واژگان رو در حوزه مبانی فکری هنر نیز به کار برد افلاطون بود. یعنی افلاطون اومد گفت که آرخه و تلوس هنر به چه اعتباری هست. در طول تاریخ اندیشه اون چیزی که اهمیت پیدا کرد این که ابتدا یا مبدا هنر و غایت هنر چیست. بر فرض به عنوان مثال در تفکر افلاطونی آرخه هنر از عالم مثله و تلوسش رسیدن به نیکیه، رسیدن به خیره. در حقیقت افلاطون به دنبال این بود که هنری مد نظره که از عالم مثل اشتقاق پیدا کرده باشه و هدفش دسترسی به نیکی ها و حقیقت یا به زبان یونانی آلتئیا هست. واژه بعدی که ما باهاش سر و کار داریم واژه نظری هست. واژه نظری از لفظ تئوری میاد و خود تئوری از ریشه تئو مشتق شده. تئو به معنی خداست. در حقیقت کسی که نظریه میداند مجموعه منسجمی از فرضیات در هم تنیده که برای فهم یک قضیه مورد استفاده یا مورد استناد قرار میگیرد و میداند، همچون خداوندی است که به یک معقوله نظر کرده است. در حقیقت مبنای حرفی که میزند، آنچه که میگوید، مورد شهادتی که میدهد مورد حدوث است و مورد استناد قرار میگیرد. در حقیقت اون چیزی که مطرح میشه مبنای تفکر قرار میگیره. در ادامه و در طول این کلاس ما میخوایم به مبحث هنر بپردازیم. پس مبانی نظری هنر یعنی ما با اس یا اساس و غایت مفهومی به نام هنر ذیل کلان واژه‌ای به نام نظریه سر و کار داریم. عرضم به حضورتون که اون چیزی که اعتبار پیدا میکنه در طول تاریخ اندیشه الگوریتمیست یا نموداریست به صورت شماتیک بنده خدمتتون عرض میکنم. و اون چیه؟ شما نگاه بکنید، شما اینطوری تصور بکنید که یک رودخانه وجود دارد، یک رودخانه وجود دارد. این رودخانه سراشیبیش به سمت پایین و پر از سنگلاخ و سنگریز است و یک مسیر کاملا صعبی درش قرار داره. همه ما انسان‌ها در میانه این رودخانه استقرار پیدا کردیم. یه سری مکاتب فکری و فلسفی به ما میگن که خلاف جریان آب شنا بکن، یعنی خودتو به مسیر رودخانه نسپار و خلاف این مسیر حرکت بکن و در بالای رودخانه یک امتیاز یا یک اشانتیون
یا یک هدیه ارزشمند برای تو قرار دارد. از افلاطون تا نیچه به این صورت بوده که از انسان خواستن که خلاف مسیر رودخانه حرکت بکنند. در حقیقت به گستری جان بپردازند و همیشه گستره مقابل این که گستره جسم هست مضمون و مطرود قلمداد شده. از نیچه به بعد گستره جسم نیز مجدداً احیا شد و اهمیت پیدا کرد. در حقیقت اگر بخوام به زبان دقیق‌تر صحبت بکنم، از افلاطون تا نیچه تفکر آپولونی حاکم بود. آپولون خدای عقلانیت در یونان باستان. و از نیچه به بعد گستره دیونیزوسی حاکم بود، خدای جنون، شراب و سرمستی. در حقیقت بازی و تقابل میان این دو حوزه آپولونی و دیونیزوسی اهمیت پیدا کرد. خب این مثال به ما میفهماند که ما در طول تاریخ اندیشه با چه ترم یا با چه چرخشی حول محور دستگاه اندیشه ورزی پیرامون هنر مواجه هستیم. عرضم به حضورتون که جهان در ابتدای امر و در آغازگاه خودش در یک آشفتگی و در یک نابسامانی به سر می برد، بدین معنا و بدین اعتبار که آن چیزی که به جهان از هم گسیخته شکل میده اسطوره ها هست. به زبان دیگر ما در یک دوره کئاس قرار داشتیم. کئاس یا خاوس به معنی دوره آشوب، هرج و مرج، بی‌نظمی. آنچه که به این جهان بی‌نظم نظم می‌دهد نظام اسطوره ها هست یا تفکر اسطوره شناسی هست. اسطوره ها برای نظم دادن به جهان که ایجاد شدن، بدین معنا که علل پیدایش عالم ذیل واژگانی و ذیل خدایانی معنا پیدا کرد. زئوس خدای آسمان شد، خدای رعد و برق شد، آپولون خدای عقلانیت هنری شد، دیونیزوس خدای تراژدی شد، خدای جشنواره شد، هرمس خدای گفتار شد، خدای زبان شد، آتنا الهه حکمت شد و دمتر الهه بزافشانی و کشاورزی، آرس خدای جنگ شد، پوزیدون خدای دریا شد و همینطوری جهان در یک سامانی به وجود اومد. پس بعد از این دوره کئاس ما دوره کوزموس رو داریم. کوزموس به معنی کیهان. کیهان به اون اعتبار آهنگین و نظم آلود بودن خودش مدیون پیدایش اسطوره هاست. و بعد از این دوره کیهان ما دوره فوزیس رو داریم، یعنی فلسفه باعث شد این کیهان به یک فیزیک و متافیزیک تبدیل شد و مبدل شد. پس فلسفه این کارو انجام میده. در حقیقت فلسفه به دنبال اون چیزیست که جناب صدر المتعلقین ازش به عنوان فطرت ثانی یاد میکنه، یعنی پرداختن به اون چیزی که از حوزه عقل معاش و امر معطوف به زندگی خارج میشه و ما رو در یک سطح بالاتر مستقر میسازد. بعد از این، بعد از دوره فوزیس دو تا اتفاق میفته، یعنی
در ابتدای امر مفهوم میمسیس به وجود میاد، به معنی محاکات، به معنی تقلید، و مفهوم پوئسیس به وجود میاد، به مفهوم ابداع، به مفهوم آفرینش. تفکر ابتدایی تفکری هست که جناب پلاتو، جناب افلاطون اونو مطرح میکنه، بدین معنا که تقلید یا محاکات رو علت مادی هنر و ادبیات قلمداد میکنه. جناب ارسطو هم بر همین اسلوب نظریه خودش رو مطرح میکنه، با این تفاوت که مطرح میکنه که در قدم اول میمسیسه و بعدش پوئسیس یا ابداع اتفاق میفته. پس تفکر پوئسیسی بیشتر حول محور از آریستوتل رقم میخوره، جناب ارسطو. خب این پس سیر پیدایش مفاهیم در جهان ابتدایی رو به ما نشون میده و ترسیم میکنه. در ادامه مبحث ما باید یه چیزی رو در نظر داشته باشیم و اون به چه اعتباره؟ برای این که دستبندی مناسبی از کلیت مبحث برای ما شکل بگیرد، میخوام که یک چارتی رو برای شما ترسیم بکنم، بدین اعتبار که ما در مواجهه با اونولد و جهان پیرامون در بد و امر سنسیشن داریم. سنسیشن داریم. سنسیشن به معنای احساس. در حقیقت من محیط پیرامون خودم رو حس میکنم. من این میز، این صندلی، این نور، این تابلو و این گلدون رو حس میکنم. درست؟ وقتی یک حس بکنم، وقتی یک چیزی رو احساس بکنم، یک پرسپشنی برای من ایجاد میشود، یک ادراکی، یک درکی از اون معقوله برای من شکل میگیرد. و وقتی یک چیزی درک شد، یک ایمیجی از آن برای من ساخته میشود، یک تصویری از اون برای من شکل میگیرد. الان من به هر کدوم از شما واژه صندلی رو بگم، یک تصویری از صندلی به ذهن شما متبادر میشه، هرچند که در آینده مواجه خواهیم شد که در اندیشه پسا ساختارگرایی این قضیه مورد چالش قرار میگیره و مورد انتقاد قرار میگیره، بدین اعتبار که اونجا حوزه تمایزه میان دال و مدلول، میان حوزه آوای صوتی و تصویری که از این آوا ایجاد می شود، چرخش بر روی حوزه دال استقرار پیدا می کند. در انتهای این درس گفتار به این معقوله به طور اخص خواهم پرداخت. عرضم موضوعتون که پس یک تصویری ایجاد می شود. حالا این تصویر به دو صورت اتفاق می کند. یعنی چی؟ اگر من تصویری که از یک شی برای من ایجاد شده برم عیناً اون رو باز آفرینی بکنم، در حقیقت چیکار بکنم؟ اون رو ری کرییشن انجام بدم، باز آفرینی بکنم. ها، و این کار رو به واسطه ری کرییشن یا باز آفرینی انجام بدم و این کار رو به واسطه ری کالکشن انجام بدم، ری کالکشن انجام بدم، یاداوری، به واسطه یاداوری انجام بدم. این یک نوع مواجهه با یک پدیده است. یه حالت دیگه اینه که من بیام به واسطه، یعنی ریپریزنتیشن انجام بدم.
من میام بازنمایی انجام بدم، یعنی در چند و چون قضیه یک تغییری هم ایجاد بکنم و این کار رو به واسطه چی انجام بدم؟ به واسطه ایمجینیشن انجام بدم، به واسطه تخیل انجام بدم، به واسطه تخیل انجام بدم. این دستگاه فکری در طول زمان دچار استحاله میشه و در این حال باز تولید و باز تکرار میشه، بدین معنا که اگر این الگو ایجاد بشود، ها، یعنی باز آفرینی رقم بخوره، ما چنین الگویی در دوره رنسانس داریم. در حقیقت در دوره رنسانس آن چیزی که در جهان وجود داشته است مجدداً بازآفرینی می شود، پالوده می شود، ویرایش می شود، در ضمیر من به شایسته ترین حالت ممکن در می آید و مجدداً به جهان برگردانده می شود. اما وقتی این الگو رو برم جلو، ها، در حقیقت اونو به واسطه تخیلم در الگوهای آن چیزی که در جهان پیرامون است تغییر ایجاد میکنم و یک چیزی در تمایز یا در تباین نسبت به آن چیزی که در بیرون استقرار دارد ایجاد میکنم. پس این الگو به دوره باروک میرسه. حالا نگاه بکنید دوستان، کل روند تاریخ هنر تا سده بیستم بازی میان این دو مفهوم، یعنی در ابتدا ما رنسانس داریم بعد باروک رو داریم، انگار که الگوهای مسلط فکری در هر دوره به یک سمت گرایش پیدا میکنه و بعد خسته میشه و بعد مجددا به سمت دیگر گرایش پیدا میکنه. ما دوره رنسانس داریم، مکتب بعدی بعد از رنسانس باروکه و بلافاصله بعد از باروک ما کلاسیسیسم رو داریم که دوباره برمیگرده به این قسمت. بعد از کلاسیسیسم ما رومانتیسیسم رو داریم که دوباره رجعت به این قسمته. بعد از رومانتیسیسم ما رئالیسم رو داریم که دوباره رجعت به این قسمته. بعد از رئالیسم ما سمبولیسم رو داریم که دوباره رجعت به این قضیه است. و این بازی تو سده بیستم کلن تغییر میکنه. ولی این الگویی هست که تا سده بیستم در یک فراز و نشیب و در یک حالت سینوسی قرار دارد. خب مباحثی که تا اینجا خدمتتون عرض کردم مباحث مقدماتی بحث بود. ما میخوایم بحث خودمونو با اولین فیلسوفی که در حوزه نقد هنری اهمیت پیدا میکنه، جناب افلاطون، آغاز میکنیم. این نکته شایسته و بایسته ذکره که خیلی ها معتقدن که کل تاریخ اندیشه پانوشت یا زیرنویسی به تفکر افلاطونیه، یعنی یا در له افلاطون حرف زدن و یا در علیه افلاطون سخن راندن. لذا ما باید این اندیشه افلاطونی رو به درستی درک بکنیم تا بتونیم ادامه و امتداد و استمرار اون رو تا سده های بعد مورد واکاوی و مورد ارزیابی قرار بده. لذا بحث ما با افلاطون ادامه پیدا میکنه.